بیادرم گفتی موتر انتقال بتیم، اما تو تایرای موتر پنچر کردی. حالا چی کنیم؟ تایرایش را تبدیل میکنیم، دیگه چی کنیم؟ حالا چه قسمی تایرا را تبدیل کنیم عبدالحی؟ اورهان، باید ازی که نمردی و زندستی خدا را شکر کنی، فهمیدی؟ وقتی ما به این دنیا آمدیم، بجای قنداق مرا کفن پوشاندن، چرا از مرگ بترسم؟ اما با یالم خداوند مرگ بایزد نصیب. میبخشین خانم، چیزی میخواین یا که منتظر مهمانتان میباشین؟ منتظر میباشم. درست است. مشکلی هست؟ نه، من تا به حال از اونا کدام خبر نامده. چی گفت پاس مرزات؟ با چه آمدین رئیس؟ نمیخوایم وقت خدا با تو زایه بسازم، یا نام آمر خدا میگی یا ایق بزنمت که حتی نام خدا گرفته نتونی. آمرم تو را خواهد کشت. گوش کن لعنتی، نام آمر خدا بگو. خوش آمدین آقا. خانم آهو آمده؟ بله آمدن، بفرمایید. بله ماماتی، سعیس فامیدان، شما کلو اشخاصا با امبولانس به خانه آمارشان ببرین.
خانم ها اونجا ششتن آقا. بسیار تشکر. شب بخیر. شب بخیر. ما هم دیگر میشناسیم. بله میشناسم. چند لحظه پیش کسی را که میکشتین ما هستم. ما چیز را نفهمیدم. یالچین بیلوت، اگر هدف دیگه سر رای ما آمدی باز برای تشریح میتونم. حالا راحت باشین، بازم یکی دیگر خواد دیدیم. زیاد خونه وقت نکدم. نی چطور هستی؟ خوب هستی؟ خوب هستم، بسیار تشکر. شما داوود تا تاروغلو را میشناختید؟ چند دقیقه پیش معرفی شدیم. چی بخورم؟ نمیفهمم شما چی را خوش دارین؟ یکی چی را خوش دارم حالا نمیگم. بازم شما شروع کردین؟ ما تا حالا چیزی نگفتیم که شروع کنم. بلوت، متوجه هستی به خاطر تهدید شدم. بسیار زودی را خواد جبران کردم داود بیگ. ما معذرت میخوایم. دیگه هیچ وقت از من معذرت نخواهی. هیچ وقت. کسی به او خبر داده. اگر نه نجات یافتن از او کمینه چه امکان نداره. فقط ما خبر داشتیم. کی میتونه به او خبر بده؟ ایران با دیگراش یک جای پیش دروازه یالچین بلوط اعلا کنن. بخیر. فعلا نمیفهم که نام ما را گرفتم. پیدایش میکنم. 11 نفرهای خودت هست یا کدام از داخل دفتر حوال میده؟ اما هر ما بخاطر این کارا تدابیر میگیریم. نگهبانو را کلشانه تبدیل کن. کلشانه تبدیل کن. کدام چیز دیگه هم میخواین؟ تشکر. بفرمایین، بشنوام. ما درباره مشکل شما فکر کردم. اگر میخواین که خانه ما رو بخرین، چند میفروشین؟ قیمت فعلی خانه رو نمیفهمم، اما اگر واضح براتان بگویم 50 میلیون کافیست؟ بله. پس موافق هستم. فردا پول به حسابتان انتقال میکنه. همه قبول؟ خیلی چی باشه دیگه؟ بالاخره یک خانه است. چی بفهمم؟ اما وقت خانه میخرین چانه نمیزنین؟ ما همراه کسی چانه نمیزنم. میبخشین، احمد سایمان آمده، منتظر شماست. احمد سایمان آمده. درست است. شب بخیر آقا. احمد خیراتیز، کل چیز خوب است نه؟ جلال بیگ، دیک جنجال کلان بند مانده. نیکی چه قسم بگویم نمیفهمم. باز بان که ما بگویم. تمام اسهام را که بنام ما جمع کده بودی کلشه با پولا دلم دار تسلیم کدی. او با ما چه ارتباط داره؟ نمیفهمم. آمد و کل اسهام شرکت مرکزی تروس را بزور از ما گرفت. درباره شما بسیار چیزها را شنیدم. شما چی کار میکنین؟ رازمو نگاه میکنین.
یعنی چی؟ من فقط کار شما را پرسن کدم. بله درست است، مام گفتم که راز ما نگاه کدم، میتونین یا نه؟ نگاه میکنم، اگه کار شما یک راز است پس حتما نگاه میکنم. راستش نمیفهم که چی میگم، دفعه اول است که درباره کارم کسی پرسان میکنه. میتونم پرسان کنم که شما چه قسم پول به دست میارین؟ چه قسم بگویم، ما در تمام عمرم هیچ وقتی به پول محتاج نشدیم. پس چیزایی که مردم میگن کاملا درست است، شما همراه مافیا هستین. من همراه مافیا هستم؟ سیس درست است، امیالا با کاکای میگم. حیات ما ضعف شده تا مسئولیت شفاخانه تو رو سباکس انتقال بده. هدفشان چیست؟ با خاطری که مشکلاتشان کم شوی کار میکنن. با وکیلا خبر دادم، مشکلاتم برشان گفتم، گفتن کس هست که میخوای اونجا رو بگیره، کل مسئولیت ها با او خواد دادن. کی هست؟ تو اونجای کانتراجی. او کیست؟ نفر پولا دلم دار. مافیا دیگه چیست؟ کسی که از رای خلاف پول بدست میاره او را مافیا میگن. با نظر تو همیالا در این رستوران کسایی که هستن از رای حلال پول بدست میارن؟ ایران نمیفهمم، اما در بین اینا کسی نیست که آدم بکشه و یا به کارای کسی دستش آلوده شده باشه. راست میگه، اشخاصی که اینجا هستن این کارا نمی کنن. مافیا تنها در این مسائل نیست. مافیایی را که تو میگی او کسایی هستن که کارهای موقتی را در مقابل پول انجام میتن و زمانش که آمد جزای خود میبینن و از بین میرن. تو تا حال دم آورده دو ابر قدرت مافیایی چیزی شنیدی؟ نه. پس مافیایی را که ما میگم با مافیایی که تو میگی فرق دارن. شما کدام کارا را مافیایی میگین؟ کاکا جان، مسئول بخش مالی تو رو سیرول تماس گرفته بود، پدرم با اونا پول دادم. دیگه ضرور نیست، مشکل ما حل شد، گفتن که تشکر میکنیم. اونا نمیفهمند که این موضوع با چی مفهوم است. بالاخره خواد فهمیدن آقا فکرت، مطمئن است. ما با کسایی که در جنگ، به عدم سال، به مریضی، در شکست اقتصادی و به عدم استقرار مملکت سهم داشته باشن مافیا میگم. و تو کسی را که یک اسلحه را به یک جای دیگه انتقال بده قاچاقچی میگی، مافیا میگی. اما ما با کسایی که اسلحه را تولید و باز به خاطر جنگ به فروش میرسانه مافیا میگم. در جنگ از دو طریق پول به دست میایه، یکی اسلحه و دیگه شام صحتمندی. این کشور به یک لابراتوار مبدل شده و ما از جمله کشورهایی هستیم که با مشکلات زیاده گرفتار هستیم. مثلا خانواده کاچگار، به نظر ما اینا پدر کلان مافیا هستن. قیمت یک چیز اگه اینجا یک لیره باشه، از بیرون به قیمت 10 لیره وارد میکنن. فایده ای کار چیست؟ اکثریتش استفاده شده، اگه استفاده نشده باشه لابراتوار نشده. چیزایی را وارد میکنن که بالای زندگی تمام انسان ها تأثیرات منفی داره. سالهای سال است که مردم این کشور توسط امی پول کثیف تغذیه میشن. اینا مافیا هستن. بار دفعه که ترکیه با یک بحران اقتصادی روبرو میشه، پول بسیار زیاد ایفو مایل میشه. از همین خاطر چند میلیون انسان بیکار و گرسنه میمونه. فابریکا بسته میشه. دارایی هر کس از قیمت اصلیش پایین میایه. باز میبینی که یک کس پیدا شده و این مال از بازار جمع میکنه و یک دفعه پول به بازار سرازیر میشه و تمامی اموالی که با 5 لیره خریده به 10 لیره بالا میره. کسایی که مسئولی کار هستن کارا جدا هست، مافیا. اما تو راست فهمیدا، کسایی که خوبی مملکت ها میخواین همیشه با مشکلات گرفتار هستن. منظورم وطن پرست ها هستن.
او بیچاره توسط بحران‌های اقتصادی از بین میرن، اما در جایی که جنگ باشه و بهانه اونجا رفتن و آبادی میکنن، مثلا به روسیه اونجا میرن، به بوسنی اونا رفته ساختمان میسازن، در افغانستان هم اتو امیال در کابل هستن و اگر کویت به مشکلات دوچار شد اونجا هم خواهد رفتن. فعلا در کجا هستن؟ در شمال عراق و اونجا رفته ساختمان میسازن. مشکلات پولی هم ندارن چون در شمال عراق پترول است، اسلحه است، مواد مخدر است. به خاطر که ضرورت های خودم مرفع بسازن حتما چیز پیدا میکنن. اونا کی هستن؟ خانواده تاتاروغلو. خاندم نوش جانت. بسیار زیاد تشکر. میبینی هیچ چیز تغییر نکده. تشویش نکو. هنوز جوان استی. راستش فکر میکدم این روزا در خانت باشی. اما نه. با بیرون میبرایی و با ما یک جا استی. از این که ای آقای قسم یک موقع را برای موتو مسای سخته باید تشکر کنیم. فواد تاتاروغلو. پولاد علمدار. خانم چطور است؟ او کتیت نامد؟ این دفعه همراه من نامد. گفت بینی خودا با دکتر نشان میتم. برش گفتم امی قسم خوب است اما گپ ما گوش نکد. باش که من یک دفعه بینی تو را ببینم. آه بسیار مقبول است. طبیعی است. از تو هم مقبول است. اما برای فعلا. دخترم حال هر چیزی را که میفهمی لطفاً برای ما بگو. من چیز زیادی نمیفهمم. چیزی را که میفهمی بگو. کسی را که سرش اعتماد داشتم و او را عامر خود میگفتم همو آدم میخواست مرا بکشه. کی به او دستور داده بود؟ نمیفهمم دخترم. اونا دستور کشتن تو را دادن و تو نمیفهمی چرا؟ اگه نامشان را بگویم مرا زنده نمیمانن. تو به خدایا. فقط که ما تو را به خاطر تفریح اینجا آوردیم. او آدم دستر تو اسلحه گرفته بود میفهمی؟ رضا در علی. ای رضا کی است؟ مسئول امنیت سازمان است. با مسائل مالی سر و کار داره. تذکره، پاسپورت، قاچاق انسان و انتقالشان به بیرون از کشور. ای رضا حالا در کجا می باشه؟ در کدام رستوران غذا و نوشیدنی می خوره؟ در استانبول است یا کدام جایی رفته؟ ای که کجا می رو می آیه نمی فهمم. شاید در استانبول باشه. محمودم همین رضا در کار مقرر کرد. من فقط یک دفعه او را دیدم. رضا را چه قسم پیدا کرده میتونیم؟ یک شماره در پیشم است. اگه زنگ بزنم جواب نمیتن. به خاطر که میخواین مرا بکشن. حتما جواب میتن. به خاطر که تو را پیدا کنن میتن. ایران بیادر زاده ایم. تو برا با او کامپیوتر کار بگو که تلفون مرا تحت تعقیب بگیره. باید به ایرزا زنگ بزنیم. باید بفهمم که کدام آدرس داره یا نه. درست است ماما. زنگ بزن دخترم.
اگه چیزایی که شما گفتین کاملا درست باشه، پس او آدم ها بجای زندان چرا ده اینجا هستن؟ یکی از دوستایم یک قمارخانه داشت. ازش پرسان کردم که کارهای چطور است. گفت که همیشه قمارخانه بازی را از خود می سازه. ای تقصیر اشخاص نیست، تقصیر از سیستم است. اگر در کشور یک سیستم درست باشه، هیچ وقتی مشکلات نمی باشه. خی، تو کی هستی؟ من خود تو را نمیشناسم، اما ای اشخاصی که میگی از زمان تولد که میشناسمشان. راستش بسیار ترسیدم. تو از ای که مرا نمیشناسی نترس، از ای بترس که غلط نشناسی. معذرت میخوایم، زود پس میایم. تو هم میخوایی خندیم؟ بینیم بینیم، معذرت میخوایم خندم. بینیم شکستاندی. خیر چی میشه فات؟ دوباره ترمیم کن. تو نمیفهمی که همراه اینا چی کردی. پول مایده داری؟ دارم آقا. زنده باشی، دبیرون منتظر باش. درست است آقا. گوش کو چی میگم قندم. اگه دیگه میخواستی که در پیش ما با کسی دست بزنی، باید اجازه بگیری. البته اگه او کسی را که میخوایی دست بزنی زن باشه، باز به فکرشم نباشی. اگر یه جوابت خواد دادی. زنده باشین آقا. تو هم زنده باشی. چیزی که میشد شد احمد. خدا جگر خون نساز. بدری همراهت میره. کل چیزها را انتقال بده و کم استراحت کو. باز در مورد کارهایی که باید کنیم گپ میزنیم. معذرت میخوایم جلال بیگ، من نمیخواستم که تو یک کار شوه. نقصتانو به کوتاه‌ترین مدت پرداخت میکنم. شک ندارم. معذرت میخوایم، ناراحتتم ساختم. ما میایم. بیچاره هیچ خوب معلوم نمیشد. خدا یک بار نکشه بدری. از شما یک خواهش دارم. مشنو. میخوایم در برنامه داوطلبی فردا شریک باشیم. قسمه که معلوم میشه ما به داوطلبی دعوت نمیشیم. نه نه، حتما دعوت میشین. باید قدر مشکلات هیچ امکان نداره. از همین خاطر میخواییم که شراکت کنیم و اگه این مزایده با ما داده شد، باز پول ضمانت ما پرداخت میکنم. اول خانه ما گرفتی، حالا میخوایی که شرکت ما بگیری؟ نه،
من فقط میخوام مزایده را به دست بیارم. با یک شریک خوب ضرورت دارم. باور کن که از مکه شریک خوب پیدا نمیتونی. در رستوران خوبه هیچ وجه. بینی تا چی شده؟ چیزی نیست پدر جان، چیزی نیست. او آدم بینی مرا شکستاند. کی؟ او نفره که در پیش خانم آهوشش ده. او با تو چی کار داره ها؟ چی بفهمم، از اینکه صمیمیت مرا با آهو دید قهر شد. یا با پول بخرش یا از بین ببرش. همراه جور آمد نمیتونی. تو دو فرصت از دست دادی. ای بار نوبت یلدزه است، شاید کو بتانه. مذرت میخوایم، شب بخیر. بفرماین. میشم و شما یک بار ببینیم؟ البته با دفترم بیاین، اونجا میبینیم. از اینجا که برامدیم میخوایم با شما قهوه بنوشم. سعیست. تشکر میکنم، شب بخیر. دیدی زنگ زد؟ همراهش گپ بزن. بله. رضا باید ببینیم. سلوی کجاستی؟ میخواستن مرا بکشن اما فرار کردم. تو بگو کجاستی؟ من نفر روان میکنم که بیارم. من دیگه سر کسی اعتماد ندارم. فقط میخوایم تو را ببینم. من چرا سر تو باور کنم؟ اگه فردا به دیدن من نیایی باز میرم کل چیزا براشان میگم. صبر کن، یک کم صبر کن. فکر میکنم به دیدنم میایه. کجا را آدرس بودم؟ یک جای کلان باشه. کجا بودی آهو؟ بنان خوردن رفته بودم. چیزی شده؟ نه، همه تو پرسان کردم. خانه رو فروختم. به کی؟ به پولاد علمدار. همراه او بنان خوردن رفته بودی؟ بله. کاکایت خبر داره؟ نه خبر نداره، اما تو خبرش نمیگی نی؟ بفرماین. بگی بچه. زنده باشین مادر. کی بلا باید لبخنده آورد؟ کسانه. از تو باید بترسیم بچه. ما چی کده مادر جان؟ هیچ. پدر تال از چیز ترسیدین؟ بجز از مغرور شدن دیگه از چیزی نترسیدین بچیم. چرا پرسیدی؟ چرا ترسیدین پدر در صورت که شما هیچ وقت به چیز غرور نشان ندادین؟ انسان یا به زندگی خود یا زندگی دیگر را دیده غرور نشان میده. چه قسم باید از این نجات پیدا کنم؟ یک روز حضرت سلیمان علیه السلام به قالین معجزه خود
سوار شد و خواست تمام سلطنت خود ببینه. او وقت زیبایی ها را دید، مغرور شد و با خود گفت که چقدر چیزها را من مالکش هستم. بعدن قالین کمی خود پایین کرد. همی که سلیمان علیه السلام دید که قالین پایین میشه، با قالین گفت که راست شو. قالین یک کم دگان پایین آمد. سلیمان علیه السلام با قالین گفت که راست شو. باز قالین کم پایین آمد. باز گفت که راست شو. من حضرت سلیمان پیغمبر خدا هستم. قالین بازم یک کم پایین آمد. کم مانده بود که سلیمان علیه السلام بیفته. برش گفت که چی میکنی؟ راست کو خدا. بالاخره قالین جواب داد: نه، تو باید خود راست کنی. اینا کلش از خداوند است. تو هیچ چیزی را از خود فکر نکو. بچیم، فکرت باشه که قدرت و سلطنت و تمام چیزایی که در دنیا وجود داره از خداوند متعال است. بازم هیچ وقت مغرور نمیشه. در یک حالت است. تو هم مغرور نشو بچیم. پدر، اگر مغرور شدم شما برام بگوید. اینجا چی گپ هست ها؟ بعد آمد دیدیم آقا. پولش را امضا کردم بدری صاحب. هنوز یک کار مانده. متوجه نشدم. یک ورق سفیده بگی و نوشکم احمد سامیان، مالک اموال منقول سایمان هستم. دیروز با دفتر کارم پولاد علمدار و افرادش داخل شدن. چرا این چیزا را نوشته کنم؟ به خاطر افت جان خود احمد. پولاد علمدار و افرادش با تهدید کل اسنادهای اسهام از ما گرفتن. پولشون پرداختن. نمیخوایم به محکمه برم احمد. چیزی که میگم نوشتکو. چی میگفتم؟ بالاخره متوجه شدم که با این کار اعتبار تجاریم و اعتماد که در بین مردم دارم از دست دادم. دیگه هیچ امیدی به زندگی ندارم. نوشتکو، میخواییم که با آقا جلال گپ بزنم. چیزی که میگم نوشتکو، باز هر کسی که میخوایی دیده میتونی. من سال هست که با جلال بیک خدمت کردم. همین نتیجه کارم است. جلال بیک به هیچ کس ضرر نمیرسانه. هر کس به خود ضرر میرسانه احمد جان. نوشتکو. امزام کن. No!
نمی خواهیم و دختر به خطر مواجه شوه. بس چی قسم کنیم پولاد جان؟ نمی فهم ماما. ای وظیفه رو ما انجام میتیم. بیا زود تو عبدالحی سبا کار دارین. بانکه ماما این بارهانی کار کنه، هرچه قف را ضرورت دارین ببرین. سعیس بازم میگم پولا جان، او دختر با خطر مرگ مواجه است. ماما برش یک زری بپوشان، چیزی که از دست مامیای انجام میتیم. دگه خدا نگاهش کنه. رئیس، ما با یالچن بلوتی که به خاطر ما کمین گرفته بود باز چی میکنیم؟ بالاخره یک کار همراهش میکنه ماموسی. یعنی پدر آهورام اونا کشتن؟ هنوزی معلوم نیست. این موضوع را هم ماما با پیدا کردن رضا حل میکنه. درست است، بخوای پیدایش میکنیم. کاش که آدم در مورد کمینه که با عبدالحی گفته بود جای رضا را بر ما بگویه. بزودترین فرصت پیدا خود کردیم. از آلپر پرسان کردم، نمیفهمید. یادم کی است که تو را غلو را دگیر داده؟ جوابی سوالات پیش من اسماماتی. اتو درباره ما با اونا چی گفتی ها؟ آقا ما هیچ چیز نگفته، اونا از قبلی موضوع را میفهمیدن. خیلی چرا؟ تو را بازخواست کردن؟ نمیفهمم آقا. اما به انسان ها یک بار میگم و گپای مرا باید ده یک بار خوب بفهمه. اگه ده یک بار نفهمید باز مرا بسیار زور میده. به این ماناست که گپای مرا گوش نمیکنه و این کارش باز خیلی بده میایه. با نظرت گپای ما بیهوده است ها؟ و گپای آمران بیهوده تر از گپای ما است.